عوامل خشونت در خانواده ها. اولین عامل مد نظر نگرفتن رضایت جانبین در قضیه ازدواج است. زمانی که یک دختر راضی نباشه، زمانی که یک پسر راضی نباشه، به سرش قضیه تحمیل بشه، یک مسئله تحمیلی به سرش وارد بشه. شما تصور بکنید یک دختر راضی نیست با یک پسر ازدواج بکنه، ولی فامیل بنابر خواست خودش، بنابر اراده خودشان قضیه را تحمیل میکنن. و برعکسش وقتی که یک پسر روی نباشه با یک دختر، مادر و پدر از صلاحیت هایشان استفاده میکنن، به سر وضو تحمیل میکنن این قضیه را. بنابراین چگونه شما توقع دارید از این خانه خانواده خوشته باشه؟ وقتی که یک دختر و پسر با دو فکر مختلف، انگیزه متفاوت، بدون تجربه زندگی، اینها با هم یک جا میشن، عروسی میکنن، میخوان زندگی بکنن، اگر این قضیه مسئله نارضایتی هم مد نظر باشه که از اول اینها به اصطلاح ناراض بوده، این قضیه نکاح اجباری بوده، نکاح تحمیلی بوده، بنابراین نمیتونه خانواده خوشبخت بشه. این یک عامل است. دومین عامل اختلافات خانوادگی مداخلات اقرباست، خویشاوندان است، همسایه است. متاسفانه ما تا هنوز به او فرهنگ به اصطلاح زیبای اسلامی نتونستیم او را تمثیل بکنیم در زندگی ما. شما ببینید که در بسیار از موارد در مورد یک کسی که او حق داره مستقل زندگی بکنه، با همسرش زندگی بکنه، میبینید دیگران در اون مورد مداخله میکنن. زن چنین است، چنان است، به اصطلاح بمیرم پیش زن، شوهر چنین است، چنان است، با کجا بود، چه کار کرد، منافقت ها، خبرکشی ها، در نتیجه میزنه در بین فامیل اختلافات ایجاد میکنه. در حالی که توصیه هم به خواهران و برادران عزیز ایست، تا زمانی که خودتان به چشم سرتان نمیبینید یک قضیه، اگر هزارها حرف در مورد همسرتان میزند او را باور نکنید. و تا زمانی که خواهران عزیز خودتان در مورد شوهرتان یک قضیه، یک مشکل را نمیبینید، با حرف مردم در موردش قضاوت نکنید و جنجال نکنید. و سومین عامل خشونت ها در خانواده تفاوت های سنی است در ازدواج. شما تصور بکنید یک دختر 15 ساله را به یک پیرمرد 50 ساله میدن. خب چگونه از توقع دارید که در او فامیل به اصطلاح خوش زندگی کنند؟ وقتی که باز قضیه مطرح بشه پرسان کنیم، میگه خب اسلام اجازه داده. برادر عزیز، اسلام بنابر شرایط، بنابر زمان، بنابر مکان، بنابر حالات، یکی از جمله مسائلی که اسلام اجازه داده برای والی زن که خود میتونه به نکاح بده، حالت ضرورت است. یک حالت پیش میاد که هیچ چاره و راهی دیگه نیست، یک قضیه بسیار مهم پیش میاد، به اون لحاظ است. نه ای که به اصطلاح دختر فروشی بکنید، به خاطر پول، به خاطر مادیات بردارید حیات دخترتان خراب بکنید. به خاطر یک کسی ثروت داره، یک کسی قدرت داره، شما بردارید دخترتان به اصطلاح بدون مد نظر گرفتن خواسته ها، رضایت، به اصطلاح چیزایی که در نکاح ضرورت است، شما او رو بردارید به اصطلاح به او عقدی در بیاورید، در نتیجه اختلاف خانوادگی مشکل ایجاد میشه. و نکته دیگر که در مورد اختلافات خانواده عاملی است که در اختلافات خانوادگی است، تقاضاهای بیجا از هم دیگر، توقعات بسیار بیجا، چشم هم چشمی های بیجا. یک زن شوهرش مقایسه میکنه با صدها مرد دیگر، توقع داره که از شوهرش به اصطلاح مثل فلان مردی که میلیون ها دلار داره، یا فلان مردی که در چوکی قدرت نشسته، این باید اونطور باشه. خب ممکن اون زمینه که به اون مساعده به این مساعد نیست. یا برعکس، مرد از خانمش توقعاتی داره که به اصطلاح یک زن در فیلم دیده، در سریال دیده، در یک ویدیو دیده، در یک جای در بازار دیده، در حالی که از حالت زمانی و مکانی و وضعیت او زن خبر نداره، زندگیش چی وضعیت داره، از خانمش توقع داره که به اصطلاح این باید عین او باشه، در حالی که نمی باشه عین او. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث میگن که این توصیه برای هر دو طرف است، میگه هرگز شما به این چیز نمیرسید که زن بتونه تمام خواسته های مردش برآورده بکنه با همون ترتیبی که شما میخواهید، همون ترتیب باشه، این غیر ممکنه. اگر کسی زنی بی عیب میخواهم اگر یک عمر مجرد زندگی بکنه. و برعکسش، زن دختر اگر به این فکر باشه که یک شوهر پیدا کنه که با تمام معیارهای او برابر باشه، این غیر ممکنه مگر یک عمر بدون شوهر زندگی بکنه، بدون شوهر زندگی بکنه. بنابراین عوامل اختلافات خانوادگی خیلی از جمله مسائلی بسیار مهمی است که باید مد نظر داشته باشید. چشم هم چشمی ها، رقابت های ناسالم، توقعات بیجا، مداخلات فامیل ها، به اصطلاح تفاوت های سنی، مثلا ازدواج های اجباری، خشونت ها، جهل، نادانی، چیزی که خیلی مهمه. بعض از مردم فکر میکنن با مجرد که زن رو به خانه آوردی، یک کنیزه کرد به خدمت دیگه، هیچ نه امتیاز داره، نه حق داره، نه صلاحیت داره، بالاخره هر طوری که خواست با او
به همون ترتیب برخورد میکنه. ما یکی از دوستا داشتیم، نمیدونم برنامه رو میبینه یا نمیبینه، او شوخی میکرد میگفت که او از رفیقایش میگفت که شب عروسی خانمش آنقدر لت و کوب کرده بود که به شفاخانه برد. شب زفاف وقتی ازش پرسان کردم که فلان ایره خاطر چی زدی تو؟ به شب عروسی خوش شب خوشیست، تو باید با او خوش باشی، چرا لت و کوب کردی؟ در شب عروسی قضیه چی بود؟ گفت والله به صد دلیل. خب این صد دلیل چی بوده؟ ها گفت دلیل اولی بود که این شب شب سرنوشت ساز بود، به اون نشان دادم که من فلانیست. باید متوجه باشی که در آینده از من نافرمانی نکن. شما ببینید، دقت بکنید، برش نشان دادم که من فلانیستم، اگر به حرفیم نکردی نافرمانی کردی نمی سرنوشت است. این به یک دلیل زدم. خب دوم دلیل چی بود؟ دوم دلیل، ما کلمه داریم در فرهنگ افغانی به بعضی وقتی که با هم صحبت میکنن، یکی میگن شما، یکی میگن تو. گفت کی بریم تو گفت، حرفی بی ادبی زدی، باید بریم شما میگفت. گفتم از او پرسان میگردی وقتی تو از خدا میخواهی میگه خدای شما به من امیر عنایت بکنید، یا برای خدا میگه خدای تو عنایت کن؟ خب میگه خدای تو همی چیزی به من بده، نمیتونی بگی خدای شما یه چیزی به من بده. وقتی به خدا کلمه تو استفاده میکنن، تو کی هستی که برای تو استفاده نکنن؟ یعنی بعضی از مسائل چیزهای جزئیاتی، این جهل است در جامعه حاکم است، در فامیل ها حاکم است. وقتی شما فکر کنید یک زنی حقوق شوهر را ندانه از منظر اسلام، مرد حقوق زن را ندانه، جایگاه فامیل را ندانه، در نتیجه کانون گرم و خانواده تبدیل به جهنم، کشمکش و اختلاف و تو چی گفتی و ما چی گفتم و بهانه گیری های بسیار بیجا، در حالی که ما داریم در حدیث که رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر خوش زندگی کردن در فامیلش، ام المؤمنین عایشه میگه هرگز پیامبر صلی الله علیه و سلم در خانه انتقادی نگرفت. اگر غذا شور بوده، بی نمک بوده، تلخ بوده، ترش بوده، هر چی که بوده، اگر دوست می‌داشت از اون غذا استفاده می‌کرد، اگر نمی‌داشت خلاص سکوت می‌کرد، نمی‌گفت که والله چنین چم کردی. خب فامیل است، ممکن یک وقتی کسی تجربه نداره، بسیار از دخترها وقتی تازه خانه شوهر میرن به خانه پدر نازدانه بودن، بسیار از موارد رو نمی‌فهمیدن، خب ممکن یک وقتی غذا بی نمک بیایه، شور بیایه، تلخ بیایه، دیرتر بشه، زودتر بشه، نباید به اصطلاح اینقدر بی‌حوصلگی و به اصطلاح اختلاف و جنجال در فامیل ایجاد بکنید. بنان اینها همه عواملی اختلافات خانوادگی هست. امیدوارم الله تبارک و تعالی به هم توفیق عمل نداد.